به نام خدا، درود بر شما. این روزا بحث کنکور و انتخاب رشته و اینکه دانشگاه هستم بریم یا مهارت یاد بگیریم خیلی در فضای مجازی میپیچه و من هم خواستم به عنوان کسی که هم هنر در پیش گرفته، هنر آموز بوده و همین که دانشگاه رفته، تجربیاتمو بگم و بگم که آیا خوب هست این کارو بکنیم، مثلا دانشگاه بریم مهارت یاد بگیریم یا نه. و در این ویدیو اصلا قرار نیست برای شما نسخه بپیچم که این کارو انجام بده یا اون کارو انجام نده و صرفا یک سری راهنمایی‌های انجام میدم که انتخابتون رو بتونید درست انجام بدیم. ببینید، در حیطه موسیقی اولا بگم که خیلی از کسانی هستند که حتی بعد از انقلاب در انواع رشته‌های موسیقی تحصیل کردن و تحصیلات دانشگاهی دارن و در هنرشون هم موفق هستن، مثل مهیار توریهی، مثل سهراب پورناظری، مثل آریا عظیمی نژاد، مثل کارن همایون‌فر و خیلی از کسان دیگه. این اسامی که گفتم چون بعد از انقلاب بودن و خیلی‌ها مقایسه می‌کنن اینکه شاید تو دانشگاه‌ها چیز خاصی گفته نمیشه، اما به هر حال آهنگسازان بزرگی هستن، خیلی در موسیقی مطرح شدن و لزوماً اینطور نیست که کسی که دانشگاه رفته موفق نیست. ببینید، در هر رشته‌ای، حالا ما اینجا موسیقی رو داریم مثال می‌زنیم، مثلا وقتی شما بشین دانشجوی موسیقی در هر گرایشی 4 سال که مثلا لیسانس میخونید، یک حاشیه امنیتی برای شما ایجاد میشه. همه شما رو به عنوان یک دانشجوی موسیقی میشناسن و هر فعالیتی که شما در زمینه موسیقی انجام میدید، مثلا کلاس میرین، مثلا همایشی، برنامه چیزی شرکت میکنید، یا سازی میخرین، یا هر تجهیزاتی برای ارتقای هنرتون انجام میدین، کسی شما رو سرزنش نمیکنه و همه میدونن که شما برای رشته تحصیلیتون، برای آینده شغلیتون دارین این کارو میکنید. اما تصور کنید که شما مثلا دانشجو نیستید و شروع میکنید به خریدن تجهیزات، کلاس رفتن، دوره های آموزشی، یا از پکیج های آموزشی استفاده میکنید یا از کلاس ها. میبینید که یک مدتی میگذره، تقریبا طولانی 6 ماه، 1 سال، 2 سال، و هنوز به اون بازدهی مورد نظر نرسیدین و کم کم شروع میشه اینکه مورد سرزنش از سوی خانواده یا دوستان قرار میگیرید که شما چیکار داری میکنی، خودتو مشغول کردی با 4 تا ساز و کلاس و اینها، و اصلا معلوم چه آینده‌ای خواهی داشت، نه مدرک داری، نه مثلا سربازی رفتی، نه پولی میتونی در بیاری. بنابراین دانشگاه رفتن باعث میشه شما یک حاشیه امنیت مناسب داشته باشین که در کنار اون میتونی هر فعالیتی در زمینی که دوست دارین انجام بدین و کسی به شما خورده و ایرادی نمیگیره. اگرم ایراد بگیره، شما اسم دانشجوی موسیقی رو شما هست یا حالا هر دانشجوی دیگه. خیلی ها میان میگن که دانشگاه اون مطالب مورد نیاز روز که نیاز هست رو به ما آموزش نمیده و صرفا یه سری چیزهای کهنه و قدیمی و یه سری چیزهای غیر مرتبط با اون حرفه به ما آموزش میده و ما ممکنه شهریه هم پرداخت بکنیم و خیلی برامون تاثیر نداشته باشه. ببین، شما توجه کن، اگر دانشگاه هم یک سری مطالبش ناقص باشه، یک فضایی برای شما ایجاد میکنه. اولا اساتید میتونیم بهشون دسترسی خوب داشته باشین، دوستان جدید پیدا کنید، همکلاسیایی که در کنار اونها مشورت بگیرین، با گروههای جدید آشنا بشید. موقعیت‌های خوبی شما را قرار میده دانشگاه. شما تصور کنید مثلا کلاس های موسیقی دارین میرین، کلاس های موسیقی هزینه شون خب به طبع خیلی زیاد هست. هدف اصلی برگزار کنندگان این کلاس ها، این آموزشگاه ها و این پکیج هایی که آموزش داده میشه، هدف اونا کسب درآمده. یه کمی سیستم حمایتی در اونها ضعیف هم هستش، نمیگم سیستم حمایتی در دانشگاه قویه، اما همین وجود اساتید، وجود کسانی که نقش راهنما رو برای شما داشته باشن، یا وجود دوستانتون که در هم رشته با شما هستن، میتونه خیلی شما رو کمک کنه اینکه به مسیرتون ادامه بدین و موقعیت‌های جدیدی رو برای خودتون تجربه کنید. مثلا من در یکی از پست‌هایی که در فضای مجازی دیدم، یه نفر نوشته بود که خودتون رو مشغول نکنین با دانشگاه، به جای اون برید مهارت یاد بگیرین، ترید کردن، ویدیو ادیت کردن، تدوین، فارکس، موسیقی، گرافیک، فتوشاپ. ببینید، کسی این حرفو داره میزنه که خودش تولید کننده پکیجه و وقتی شما دانشگاه نمیرین یا دوست دارید که خودتون خودآموز مهارت کسب بکنید، مجبور هستید که بیاین از این افراد سودجو پکیج تهیه بکنید و وقتی سراغ این پکیج ها میرید، میبینید که خیلی آنچنان چیز جذابی هم برای شما وجود نداره. در نهایت این همه هزینه هم کردین، زمانتون رو صرف کردین و آنچنان آموزشی هم که نیاز داشتین دریافت نکردین. و این تصور این که مدرک گرفتن به هیچ دردی نمیخوره هم یک تصور بسیار غلطی هستش. شما باید هم مدرک داشته باشین و هم مهارت داشته باشین. معمولا ایرانی ها اهل افراط و تفریط هستند. یک دوره مشغول مدرک گرفتن میشن و وقتی میبینن مدرک به دردشون نمیخوره، میرن مدرک رو ول میکنن، میرن به سمت مهارت آموزی. مدرک و مهارت 2 تا بال هستن که با استفاده از اون 2 تا بال میتونین شما به اهدافتون برسین. الان خیلی از
اتباع بیگانه هستن، مثل کسانی که از افغانستان اومدن وارد ایران شدن، کسانی که از لبنان اومدن، عراق اومدن، یک زمانی نمود خیلی کمتری داشت، اما حالا اونا دارن میرن هم مهارت یاد میگیرن و هم در دانشگاه دارن تحصیل میکنن و مدرک به دست میارن، هم سواد دانشگاهی خواهند داشت و هم مهارت. و در آینده نه چندان دور، مثلا حدود 10 سال آینده، شما ببینید که تا چه حد میتونن بر جامعه ما مسلط باشن. و این وضع تفکر ایرانی ها که مدرک به دردی نمیخوره در آینده خیلی میتونه خطرناکتر باشه. به یه سری نکات هم باید توجه کنید. این که مثلا فارکس یاد گرفتن، ترید یاد گرفتن، آیا واقعا زندگی شما رو نجات میده یا فقط تبلیغات هستش؟ شما اگر واقعا در موردش خوب تفکر کنید، میبینید که خیلی از اینها جنبه تبلیغات دارن و اصلا اندک افرادی هستن که تونستن با اینا خودشون رو به یه جایی برسونن. یا ویدیو ادیت کردن، فضای مجازی، اینستاگرام، اینا یک سری شغل‌های جانبی هستن که حالا 2-3 ساله یا 4-5 ساله که تو بورس هستش و اوج گرفته و خیلی از این درآمدهای خوبی هم دارن. یک انسانی میتونه موفق باشه که آینده نگری مناسبی هم داشته باشه. و وقتی جامعه داره تغییر میکنه، نیازهای جامعه داره تغییر میکنه، بتونه با مهارت‌هایی که داره، با مدارک دانشگاهی که داره، با مدارک معتبری که داره، خودشو در اون برهه‌های زمانی نجات بده و زندگی خوبی واسه خودش فراهم کنه. یک مثالی عرض کنم برای شما. مثلا در حیطه برنامه‌نویسی، خیلی‌ها شاید بگن که در دانشگاه‌ها زبان‌های برنامه‌نویسی تدریس میشه که خیلی کاربرد امروزی ندارن. خب دانشجویانی که در این حیطه دارن فعالیت میکنن، کلی آکادمی های آموزشی هم هست در کنار تحصیلشون، میتونن برن دوره های مثلا پایتون یا هوش مصنوعی، دیپ لرنینگ، ماشین لرنینگ، اینا رو دوره های جانبی رو در کنار درس تحصیلیشون بگذرونن و پس از اون پایان دورانشون هم یک مدرک دانشگاهی دارن و هم یک مهارت خوب دارن و حتی میتونن به عنوان یک دانشجو به صورت کارآموز در شرکت‌ها کار بکنن و هم درآمد داشته باشن و همین که کار یاد بگیرن و بعد شرایط استخدامیشون راحت‌تر میشه. برای مثال وقتی میخوان برن استخدام بشن، جایی ممکنه یک مدرک دانشگاهی نیاز داشته باشه. اینها هم مدرک دانشگاهی دارن، هم مهارت کافی دارن. جمع‌بندی میکنم نکات این ویدیو رو. اینکه صرفاً برای شما نسخه میپیچن که این کارو نکن غلطه، این کارو بکن این درسته، مطمئن باشین که دارن شما رو گمراه میکنن. انسانی که از هر جنبه بتونه خودش رو تقویت بکنه، هم از لحاظ علمی، هم از لحاظ مهارتی، هم از لحاظ فکری، اون انسان خیلی موفق تر هست. و یقینا به این توجه کنید و کسانی که شما رو گول میزنن صرفا به دنبال این هستن که جیب خودشون رو پر کنن. و در حیطه موسیقی شما فکر نکنید که خیلی سیستم های حمایتی وجود داره، مثلا خیلی خوب شانس بیارید یا ارتباطات داشته باشید، مثلا وارد تیم مسعود جهانی شدیم با تهیه کننده هاش کار کردیم، شما میبینید که وضعیت حمایتی اونا به چه شکل است. خواننده هایی که یهو میارن بالا پس از 4 تا ترک یا چند تا کنسرت گذاشتن خودشون ولشون میکنن، و خواننده ای که سواد اداری نداره، سواد حقوقی نداره، نمیتونه خوب از خودش دفاع بکنه، خیلی راحت شکست میخوره. قراردادهای سنگینی با اینها میبندن، دست و بالشون رو میبندن و سیستم حمایتیشون خیلی هم قوی نیست. خیلی راحت هنرمندان رو کنار میذارن. حتما به این موارد توجه داشته باشین و با کسانی مشورت کنید که بدونید خیر شما رو میخوان، نه کسانی که تو فضای مجازی صرفا به دنبال فروش پکیج هاشون دارن شما رو راهنمایی میکنن.